24 ژانویه روز جهانی آموزش در حالی فرا می رسد که دختران افغانستانی از رفتن به مدرسه و دانشگاه محروم هستند و حکومت طالبان علی‌رغم اعتراض‌های گسترده جهانی و داخلی هیچ گونه نرمشی از خود نشان نداده است. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. همزمان با فرارسیدن 24 ژانویه روز جهانی آموزش، برنامه جهانی غذا میگوید بسیاری از کودکان در افغانستان گرسنه به مدرسه میروند. این سازمان همچنین افزوده که هر بامداد برای 700 هزار دانش آموز پسر و دختر بیسکویت مقوی توزیع میکند. برنامه جهانی غذا گفته است که توزیع بیسکویت برای کودکان دانش آموز خانواده ها را تشویق می کند که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. با تسلط طالبان در مرداد ماه سال 1400 در افغانستان فقر و بیکاری به شکل فراگیری افزایش یافت و اکثریت جمعیت افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه شدند. روز جهانی آموزش در حالی فرا رسیده که طالبان در افغانستان دختران بالاتر از کلاس ششم را از رفتن به مدرسه منع کرده است. این گروه همچنین دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاه و فراگیری دانش در سطوح عالی منع کرده است. سازمان عفو بین الملل با انتشار اظهارات برخی از دختران افغانستان درباره ممنوعیت آنها از حق آموزش از طالبان خواست که فوراً و بدون قید و شرط مدارس و دانشگاه‌های دخترانه را بازگشایی کند. این سازمان همچنین خواستار پاسخگو شدن طالبان در قبال اقداماتشان شده است. سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و بسیاری دیگر از کشورها از جمله کشورهایی که اکثریت جمعیتشان مسلمان است، منع آموزش دختران توسط طالبان را محکوم کردند. به رغم محکومیت گسترده داخلی و خارجی در رابطه با منع آموزش دختران و زنان، طالبان کماکان از تصمیم خود در این مورد عقب نشینی نکرده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. خانم سادات حسینی، فعال مدنی از روم با ما هستند. خانم حسینی سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. ممنونم. به عنوان یک فعال حقوق زنان در افغانستان، لطفاً از شرایط دختران افغانستان که از تحصیل محروم شدن بفرمایید. ما روز جهانی آموزش برای تمام زنان و دخترانی که در حال مبارزه هستن و در حال تعلیم هستن، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون از افغانستان، تبریک عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم برای او عزیزانی که متاسفانه از این حق خود خود محروم شدن. در شرایط فعلی دخترانی که از تحصیل محروم ماندن روزهای از اندوه و درد و ناامیدی رو متاسفانه میگذرانند. اونها از حقوقی که خداوند و از حقوقی که پیامبر خداوند رو در نظر گرفته متاسفانه محروم شدن. در یک شرایط بسیار بدی زندگی میکنن. اونها در یک خطرهای بزرگ روبروی، مثلا از جمله اونها وقتی اونها نمیتونن ادامه تحصیل داشته باشن، حق تحصیل امکان وجود دارن که اونها به ازدواج اجباری در بیاین. اونها متاسفانه با فشار روحی شدیدی روبروین. در یک کلام اگه نگاه بکنیم، در شرایطی که دختران فعلا در افغانستان دارن، شرایطی است که خانه های اونها شدن، افغانستان شده زندان و خانه های اونها شده یک نوع سلول انفرادی که فقط نفس میکشن و در انتظار. بله. متاسفانه شرایط بسیار وحشتناک. خانم حسینی، علاوه بر ممنوعیت تحصیل دختران، سازمان جهانی غذا هم گزارش داده که بسیاری از کودکان افغانستان گرسنه به مدرسه میرن. در این رابطه نظر شما را هم بشنویم. متاسفانه این موضوع حقیقت داره، به دلیل از اینکه ما بارها شاهد همچین خبرهایی بودیم که حتی به خاطر گرسنگی کودکان خود خور فروختند و حتی به خاطر گرسنگی مجبور شدن فرزندان خود خور به ازدواج اجباری در بیارن. ما شاهد همچین مسئله متاسفانه هستیم. خیلی
در قدم اول باید روی از این مسئله باید تحقیق شد و چه عامل وجود داره. مثلا بعضی از عوامل میتونیم فعلا اشاره بکنیم. یک از اون چیزها مسئله بیکاریه که ایجاد کار باید برای خانواده ها فراهم شد و خشکسالی هایی که ناشی از تغییر اقلیم و آب و هوا هست، خسارتی که افغانستان از اون متحمل میشه، باید کشورهایی که عامل و باعث این چنین وضعیت هستن باید غرامت به افغانستان پرداخت بکنن. متاسفانه مهاجرت های اجباری یا ترک کوچ اجباری که در افغانستان وجود داره باید جلو اونها گرفته شود. من یک موضوع میخوایم اشاره بکنم که متاسفانه در این زمینه یونیسف هم که یک از وظایف اصلی از او هست که در قسمت رساندن غذا و پوشاک باید برای کودکان در کل دنیا برای مبارزه با گرسنگی قدم برداره، متاسفانه قدم مثبتی را نتونسته در افغانستان برداره. و من از این تریبون شما تقاضا میکنم به خاطر از اینکه جلوگیری از سوء استفاده کمک ها شود، از خیرین و از افراد که دست خیری دارن منظم قضایی بتونن بسته های کمکی رو به عنوان صبحانه و یا به عنوان نان چاشت در اختیار کودکان در داخل مکتب با نظارت خود مسئولین و نمایندگان اونها برای کودکان داده شد که تا حداقل ما شاهد آسیب بیشتر کودکان نباشیم. چون اگه بخواین کل خانواده رو حمایت کنن ممکنه یک مقدار هزینه بر و سخت باشه، حداقل کودکان در داخل مدارس تغذیه بکنن.